أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله المولانا العظيم. خوارنا برادر عليه عزيز وكرامي حساتيدي كران قادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هميشما عزيزانا برنامج امروزي كي بشكل مستقيم فزنده از طرف انجمن دعوت اسلامی افغان تیم آمریکایی بخش میشه. بسیار زیاد خوش آمدید میگم و از الله سبحانه و تعالی میخواهیم که این مجلس ما و این پروگرام ما را به درگاه خود قبول بکنه و این پروگرام را وسیله به خاطر فهم بیشتر ما نسبت به مسائل اسلامی و خصوص نسبت به موضوعی که امروز مورد بحث قرار میگیره و انشالله وسیله برای محو گناه ها و رفع درجات ما و شما بسازد. خواهران و برادران عزیز، الحمدلله ای از فضل و رحمت و مهربانی الله سبحانه و تعالی است که در طول سال بر بندگان صالح خود الله سبحانه و تعالی مواسم را قرار می دهد، اوقات را قرار می دهد که دو بیشتر به اعمال خیر و به اعمال نیکو بپردازند. یکی از این مواسم و ایام بسیار مبارک ایام ذلحجه می باشه یا ده روزی از ذلحجه هست. البته الله سبحانه و تعالی تمام ایام را که برای ما شما ارزانی داشته و ما عبادت بکنیم نزد الله سبحانه و تعالی بدون شک اجر و پاداش داره، اما بعضی اوقات خاص را الله سبحانه و تعالی مثلا ایام حج، ایام ماه مبارک رمضان و همین ترتیب مثلا روز عرفه، روزهای از شوال و خیلی از اوقات دیگر هست که انسان اگر در این ایام بیشتر به عبادت بپردازه ثواب اعمالش به چندین مراتب بیشتر میشه. به می اساس الحمدلله ما شما در ماهای بسیار مبارک قرار داریم و حجاج گرامی اونا میرن به طرف حج یا فعلا هستند در حرم شریف در مدینه منوره یا مکه مکرمه به خاطر از اینکه مراسم حج به جا بیارن. و الحمدلله چند هفته بعد در این روزهای بسیار نزدیک ما شاهد برگزاری بزرگترین مراسم حج و همین ترتیب قربانی، نوافل، صدقات و اعمال خیر دیگه میشیم. خواهران و برادران عزیز و گرامی، برنامه امروز ما تحت عنوان فضیلت دهه ذلحجه یا ایام ذلحجه و عرفه در اسلام هست که دو استاد عزیز و گرامی را در برنامه با خود داره. انشاءالله که روی دو مورد بسیار اساسی که یکی موضوع حج هست و یکی موضوع قربانی است بیشتر تمرکز خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم برنامه را با تفصیلات شروع بکنیم، از برادر عزیز خود قاری صاحب عبدالحادی غنیزاده از ایالت ویرجینیا دعوت میکنیم تا با تلاوتی از آیات قرآن کریم برنامه ما را با برکت بسازن و برنامه ما را رسما آغاز بکنن. جناب قاری صاحب عبدالهادی غنی زاده. بله، صدای مرا دارن؟ بله قاری صاحب بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا
ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا برادر عزیز عبدالحادی غنی زاده که با طلاعت بسیار زیبایتان برنامه ما را آغاز کردین. بارک الله فیکم. خواهران و برادران عزیز، آیت را که خدمت شما در ابتدا تلاوت کردم دو آیت مبارک سوره فجر بود، سوره 89 قرآن کریم، که الله سبحانه و تعالی زیبا اشاره میکنه که والفجر، یعنی قسم به سپیده دم، قسم به فجر و لیال عشر و قسم به شبهای دهگانه. در تفسیر ای آیات مبارکه، به خصوص در تفسیر آیت دوم سوره مبارکه فجر که و لیال عشر هست، الله سبحانه و تعالی به شبهای دهگانه قسم یاد میکنه. ابن کثیر رحمه الله بسیار زیبا اشاره میکنه و میفرمایه که منظور از ای شبهای دهگانه ای که الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکنه همانا ده روز یا دهه ذی‌الحجه می باشه. و همچنان حضرت ابن عباس رضی الله عنهما، مجاهد که از مفسرین کرام هست و بعضی سایر مفسرین، منظور ای آیات مبارکه را همانا روزهای ذی‌الحجه می دانند. یعنی این دلیل بر ای است که این ایام مبارک در قرآن کریم ذکر شده و الله سبحانه و تعالی به ای ایام و ای شبها قسم یاد میکنه و الله سبحانه و تعالی به چیزهایی که ارزش داشته باشه قسم یاد میکنه. و همچنان ابن حجر عسقلانی در فتح الباری که شرح صحیح بخاری هست، سخن بسیار زیبایی داره در این مورد. میگه او چیزی که در فضیلت دهه ذی الحجه
بسیار غالب هست و آشکار شده، یعنی آن چیزی که ای دهر خاصتر می سازد نسبت به سایر اوقات سال، همانا جمع شدن چندین عبادت به شکل همزمان در ای دهه و در ای ایام مبارک می باشد. مثلا در ای ایام مبارک حج وجود دارد که حج در سایر فصلها، یعنی در سایر ایام وجود ندارد، منظور حج فرضی هست. و همچنان در ای دهه روزه عرفه وجود دارد، دیگر روزه های وجود دارد، به همین ترتیب در ای ایام صدقات وجود دارد، در ای ایام مبارک قربانی وجود دارد که مردم قربانی میکنند، در دیگر اوقات البته قربانی به شکل وجوبیش نیست، اگر کس میکنه ثواب میگیره به شکل صدقه، اما در ای ایام میبینیم که روزه، به همین ترتیب نماز، به همین ترتیب ایام مبارک حج و قربانی، تمام اعمال خیر و عبادات در این ایام جمع شده. و ابن حجر عسقلانی اشاره میکنه که این نشان میده که این ایام فضیلت بسیار زیاد را داره و چیزی باز که ما و شما به آمدن این ایام مبارک آمادگی داشته باشیم و از این ایام مبارک استفاده بکنیم. خانان برادران عزیز، موضوعی که امروز خدمت شما تقدیم میشه به شکل کلی در مورد ایام ذلحجه، به خصوص در دهه مورد ده روز اول ذلحجه است که ما دو مورد از او را خواستر ساختیم، که یکی موضوع حج هست که بیشتر مردم سوال می داشته باشند، و یکی هم موضوع قربانی هست که اساتید گرامی خدمت شما تقدیم میکنن. البته موضوع حج جناب استاد فضل غنی مجددی و موضوع قربانی جناب دکتر سبب دستبور فخری خدمت همه ما شما تقدیم خواهم کرد. قاران برادران عزیز، الحمدلله افتخار داریم که دو استاد گرامی را با خود داریم. شما با فعالیت های دعوتی و فعالیت های علمی و شخصیت های دو بزرگوار آشنا هستین و بدانیم که جناب استاد فضل غنی مجددی یکی از شخصیت های اسلامی کشور ما هستند که تحقیقات بسیار زیاد دارن الحمدلله در مسائل اسلامی. و در ضمن از او جناب استاد از یکی از پانتونهای مصر فارغ شدن، تألیف های بسیار زیاد دارن و خصوص در مسائل فقهی، در کل مسائل اسلامی و همچنان در تاریخ افغانستان معلومات بسیار زیاد و تحقیق ها و نوشته های دارن الحمدلله. و همچنان جناب استاد رئیس عمومی انجمن دعوت اسلامی افغانان مقیم امریکا یا آبو هست. الله متعال ایشان را با همه اساتید و بزرگای ما حفظ بکنن. و همچنان جناب دکتر صاحب عبدالصبور فخری از جمله دعوتگرایی است که همه ما شما با استاد آشنایی داریم و جناب استاد برحال پوهنتون کابل هست و جناب استاد سالهای سال در کشور خدمت کردند و فعلا در افغانستان است. جناب استاد مجددی صاحب فعلا در کالیفرنیای امریکا زندگی میکنند. الحمدلله چند قبل خبر شدیم که جناب استاد فخری صاحب رتبه بزرگ علمی پوهاندی را که از درجات بسیار بلند و آخری علمی در محیط های اکادمیک به شمار میره به دست آورد، الله متعال استاد را حفظ بکنه و ایشان را بیشتر مستر خدمت به همه به خصوص جوانا و مردم رنج دیده و غم دیده افغانستان بگردانه. خواهران برادران عزیز، برنامه ما به شکل زنده از طریق فیسبوک آمو هم نشر میشه و ما وقتی که موضوعات اساتید را میگیریم در ابتدا جناب استاد مجددی صاحب در مورد فلسفه و اهمیت حج صحبت میکنند در حد 10 الی 15 دقیقه، در ادامه جناب دکتر صاحب دستبور فخری در مورد اهمیت و فلسفه قربانی صحبت میکنند و از انشاءالله سوالات شما را خواهیم گرفت. البته شما میتونید که سوالات دان را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در اینجا مطرح بکنید. به شکل مستقیم به معنای ازی است که شما از گزینه ریز هند استفاده بکنین، دست خود را بلند بکنین و در ختم پروگرام انشاءالله شما میتونید که به شکل مستقیم مایکتان رو روشن بکنین و از اساتید گرامی در ارتباط به موضوعات سوالاتی که هست شما سوالاتتان را مستقیم پرسان بکنین، و به شکل غیر مستقیم شما میتونید که سوالاتتان را از طریق چت زوم به مرسال بکنین و یا یکی که از طریق فیسبوک هم شما میتونید که در زیل اون فیسبوک آمو در بخش کامنت سوالاتتان مطرح بکنید. ما سوالاتتان میگیرم انشاءالله که از اساتید گرامی خواهیم پرسید. جزاکم الله خیرا. خواران برادران عزیز، فعلا فرصت را
و وقت را میگذاریم به جناب استاد فضل غنی مجددی. بار دیگه استاد بسیار زیاد خوش آمدید. میگیم که انشالله در حد 10 الی 15 دقیقه قدر مورد اهمیت و فلسفی حد صحبت بکنیم و بعد از انشالله باز سوالات باید. جزاکم الله خیرن. از خوارا و برادران خواهش میشه که انشالله مایکایتان خاموش بکنیم. استاد بفرمایید. استاد ببخشید. استاد مایکتان میشه روشن کنین؟ گفتم ببخشید. ممکن است که استاد بزرگوار فخری صاحب اول شروع کنن؟ آیا امکان داره؟ درست است جناب دکتر صاحب، بس انشاءالله که با شما آغاز میکنیم میشه که انشاءالله در مورد اهمیت و فلسفه قربانی به ما معلومات بدین. من خواهر علاقه داشتم که جناب استاد صحبت بکنم، به هر حال مطابق امر شما من شروع میکنم، مشکلی نیست. نحمدك اللهم حمد الشاكرين ونتوب اليك توبه العابدين نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. نخص اعظم خدمت جناب استاد فضل غنی مجددی و جناب استاد احسان الله مهمند و همه برادران و خواهرانی که در این برنامه امرای ما شریک هستند، همه دوستان و عزیزانی که بعدن میشنوند، سلام و احترام تقدیم میکنم. وقت بخیر میگویم براتون. خداوند میزان حسنات همه شما و از خداوند توفیق میخوایم که کلمات پراگنده ای که در این جمعه خدمتتون تقدیم میکنم ایره بتونم به شکل درستر خدمتتون تقدیم شود و ما بتونیم بعضی از حقایق در رابطه با قربانی و فلسفه قربانی خدمت خواهران و برادران گرامی ما تقدیم کنیم. اول ما بعض آیات و آیاتی که مربوط به فلسفه قربانی یا مفهوم قربانی است خدمتتون عرض میکنم. در سوره صافات آیت 102 تا 111 الله جل تسمته میفرماید: رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. در آیت دیگری الله جل عظمته میفرماید: فصل لربك وانحر. همچنان فرموده است: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن آيات در واقع هميشان دلالت و مفهوم قرباني دارن و شعائر مربوط به قرباني و حج و این مسائل دارم. ما به خاطر از این که بتانیم خوبتر از اینا استفاده بکنیم، هر یک از این آیات را به شکل که افاده هایش یا مفهومش هم بتانیم بگیریم، به این خاطر ما هر یک از این آیات یا همه هر مقطعی که مربوط به یک بخش می شود او را خدمتون عرض میکنم. در دو آیت اول الله جل تسمته بفرماید که رب حبلی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. حضرت ابراهیم علیه السلام از پروردگار خود با دست دعا و التجا تقاضا میکند و مسئلت میکند که خداوندا برای ما فرزندان صالح نصیب بگردان. فرزند صالح وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام دعا میکند، او در زمانی است که حضرت ابراهیم علیه السلام خیلی بزرگ سال شده. در روایات اومده که
حضرت ابراهیم علیه السلام 86 سال داشت که خداوند برش فرزند نصیب کرد که حضرت اسماعیل علیه السلام است، و الله جل عظمته هم برایش یک فرزند بسیار حلیم و بزرگوار و باردار را نصیب گردانید که او حضرت اسماعیل علیه السلام است. دوم، نکته دومی که در اینجا فهمیده می شود، وقتی که حضرت اسماعیل علیه السلام به سن رشد می رسد یا نزدیک به سن رشد می رسد، به سن می رسد که او دست اعضای پدر خود قرار بگیرد. در بعضی از روایات آمده که حضرت اسماعیل علیه السلام به سن 13 سالگی رسیده بود، و آیت قرآن کریم هم به این اشاره می کند، فلما بلغ معه السعی. سعی همین معنی که به سن رسیده بود که می توانست برای پدر بزرگوار خود کمک بکند، و به سن برسد که امو توانایی تقدیم کمک و همکاری را با پدر خود داشته باشد. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. حضرت ابراهیم علیه السلام با فرزند خود مشورت می کند، او مسئله خواب خود مطرح می کند. وقتی که مسئله خواب خود مطرح می کند، اینجا معنا همی است که خواب انبیا وحی است. وقتی که خواب انبیا وحی است و در این سن و سال هم حضرت اسماعیل رسیده که درکش به می اندازه رسیده که وقتی که پدرش برای از او می گوید که من در خواب خود می بینم که تو را ذبح می کنم، او هم درک کرده می تواند که خواب حضرت ابراهیم علیه السلام به معنای وحی است و معنای دستور الهی است. به نحوی از آنها اگر دستور صریح نیست، دستور ضمنی است که الله جل جلاله برای از او دستور میده که تو فرزند خود ذبح بکن. به همین خاطر او را در واقع حضرت ابراهیم علیه السلام هم از یک سو اخبارش میکند که از طرف پروردگار برای من دستور داده شده که تو را ذبح بکنم، و از سوی دیگری هم میزان صبر و استقامت و اطاعت و انقیاد حضرت اسماعیل علیه السلام هم میخواهد که به آزمون بگیرد که چقدر آمادگی دارد، آماده انقیاد و فرمان پروردگار است که وقتی برایش میکرد یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. نظرت بگو که در این مورد چی میخوایی نظر بدی. وقتی که این چیز حضرت ابراهیم علیه السلام با فرزند خود یاد میکنه، میبینیم که حضرت با تمام انقیاد و کمال تسلیمی به امر پروردگار برای پدر بزرگوار خود میگوید که قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. پدر جان، چیزی را که برای دستور داده می شود انجام بده، مرا از جمله صابرین خواهی یافت. صابرین در اینجا به معنای منقاد و تسلیم است، که من منقاد امر پروردگار، آنچه که الله جل جلاله می فرماید ما شما دستور می دهید و هر چی که پروردگار دستور می دهد من منقاد هستم و تسلیم هستم. در اینجا در واقع همی وقتی که این مرحله می رسد که این فرزند با تمام کمال و با تمام انقیاد و تسلیمی به امر پروردگار آمادگی خود نشان می دهد، و باز چیز دیگری که در اینجا نشان میده مفهومی است که هر دو فرزند و پسر، پدر و فرزند، هر دو کاملا تسلیم امر پروردگار هستند. ببین که در مقطع بعدی آیه قرآن کریم میفرماید فلما اسلما و تله للجبین. اسلما ایجاد ضمیر به تثنیه راجی است که هر وقتی که هر دوی پدر و پسر تسلیم امر پروردگار بشوند و آمادگی کامل خود را برای ذبح کردن میگیرند و ذبح شدن میگیرند، این است که و پدر هم پسر خود را بر زمین میافکند و او را بر رویش به سوی خاک قرار میده، که در روایات آمده که وقتی که حضرت اکرمه مورد گفته، حضرت مجاهد هم در این مورد گفته که وقتی که در این حالت قرار گرفت
و حضرت اسماعیل برای پدر خود گفت که من روی من به طرف خاک بگردون، به طرف زمین بگردون، تا که به چهره ام نگاه نکنی و مهر در قلبت نه تردد نشوید در تطبیق امر پروردگار. و همچنان حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم در این مورد یاد کرده که وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام را با خود می برد، در چندین جای شیطان در مسیر را با او نزدیک می شد و می خواست وسوسش بکند که از ذبح سرش منصرف شود، ولی حضرت ابراهیم علیه السلام او را به سنگ می زد و او را از خود دور بساخت تا که در تطبیق امر پروردگار هیچ نوع تردد پیشش راه ندهد و بتواند که امر پروردگار به شکل درست تطبیق بکند. و وقتی که این حالت رخ داد که وطله للجبین و او را به پیشانی بر روی خاک انداخته بود که تا او را امر پروردگار کاملا اجرا بکند، الله جل جلاله در اوجه در مقطع بعدیش میفرماید و نادیناه انیا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ما بر صدا کردیم الله جل جلاله، ایج سخن از طرف الله جل جلاله است که میفرماید با ای ابراهیم تا امو آن چه که در رؤیایت بود او را در واقع حاصل کردیم، امو مطلوب و خواست رؤیا حاصل شده، چیزی که ضرورت بود باید چنین کاری میشد او را انجام دادی. در واقع میتونه بگویم که آزمونه که تو در برابرش قرار داشتی، الله جل جلاله تو را در آزمایش گرفته بود، در آزمایشت کامیاب شدی. و بعدش هم الله جل جلاله بعضی از نعمتهای خدا بر او یاد میکند و انا کذلک نجز المحسنین، ما این چنین برای کسانی که نیکوکار هستند پاداش میدهیم. وقتی که پاداشی که الله جل جلاله برای حضرت ابراهیم علیه السلام میدهد دمین است که از حضرت اسماعیل را از ذبح رها میکند. و بر از در روایات آمده است وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام کارد را به حلقوم فرزند خود کش میکرد و او نمیبرید، در این وقت کاملا در حالت تسلیمیش نشان میداد و با تمام خاطر آرام و با خاطر اطمینان کار خود پیش میبرد، که در این حالت بود که آوازی را از کوه شنید که در نزدیکیش کوه قرار داشت. در اوج وقتی که این صدا را شنید که خلاص کار تمام شده و تو کامیاب شدی، و به می خاطر بود که وقتی که به پشت خود نگاه کردید که یک کوچ بسیار بزرگ و عظیم الجثه و بسیار زیبای در پشت سرش قرار داده و دارد و حضرت فرشته که غالبا در حضرت جبرائیل بوده باشه برایش صدا میکند که بجای فرزند خود این قچ قربانی بکن. و به می خاطر است که الله جل جلاله میفره و فدیناه به ذبح عظیم، ما برای از او فدیه دادیم و فدیه ذبح اسماعیل را یک کوچ بسیار عظیم الجثه و زیبایی را قرار دادیم. و در ذبح عظیم می شود که معنایش هم از لحاظ جثه و جسم بوده باشد و هم از لحاظ ارزش و ارزش معنویش بوده باشد که بسیار عظیم القدر و دارای شأن بیشتر و بلندتری بوده باشد. و دیگر ای است که نعمت دیگری که الله جل جلاله برای حضرت ابراهیم نصیب گردانید است که و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی ابراهیم، ما نام و نشان و مقام و منزلت ابراهیم علیه السلام را بسیار بلند گردانیدیم در میان دیگران. و همین خاطر است که ما تا امروز هم میبینیم که حضرت ابراهیم علیه السلام از جمله انبیایی است که در میان تمام ادیان سماوی حتی غیر سماوی هم از احترام بسیار زیادی برخوردار است. یهودیان، نصرانی ها، مسلمانان، هر سه این گروه حضرت ابراهیم علیه السلام را به دیده قدر و دیده احترام می نگرند و همچنان مشرکین مکه یا مشرکین جزیره العرب هم که قبل از اسلام در اونجا قرار داشتند هم
به ابراهیم علیه السلام احترام داشتم. این خود به یکی از نشانه ها و از امون نعمت هایی است که الله جل تزمته برای حضرت ابراهیم علیه السلام نصیب گردانید. و چیز دیگری که در این آیات وجود دارد است که در سوره کوثر، در آیت دوم سوره کوثر، الله جل تزمته برای پیامبر خود صلی الله علیه و سلم به شکل واضح و روشن دستور میدهد: فصل لربک وانحر، برای پروردگار خود نماز بگذار و ذبح بکن. به می خاطر علما و دانشمندان، مخصوصا علمای احناف، از کلمه وانحر ایر فهمیدند که قربانی کردن یک امر ضروری است و واجب است. هرچند علمای دیگر، مذاهب دیگر ایر سنت معکد گرفتن، بعضی از احادیث هم در این مورد وجود دارد که در این قسمت البته دلیل احناف یک مورد دیگری هم است که از حدیث شریف فهمیدن که میگویند ثلاث هن علی فرائد، ببخشید، حضرت احناف میگویند من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کسی که توانایی و امکانات مالی داشته باشد و تضحیه نکند، یعنی به اصطلاح قربانی نکند، به مصلای ما یعنی به مسجد ما نزدیک نشود، به جای ما به ما نزدیک نشود، در مصلانا در اینجا در واقع به ما نزدیک نشود. از این احناف در روشنایی این آیت قرآن کریم و این حدیث شریف همین فهمیدند که مسئله قربانی یک امر واجبی است. هرچند که غیر احناف، حتی کسانی که از علمای احناف هم هستند، جمله شیخین، هم در این مورد اونا هم به سنت معکد بودنش قائل هستند. دلیلش به این است که ما در هرچند من خودم تحقیق جدی مستقیم نکردم، در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته از استاد وهبت الزحیلی که در این مورد خوندم، وهبت الزحیلی در این مورد یاد میکند، میگوید که در حدیثی را که احناف روایت کردند در این مورد، علمای حدیث را ضعیف خواندند، ولی دلایلی که غیر احناف گفتند، دو حدیث اونا هم به او استدلال کردند. یکی گفتند که ثلاث هن علی فرائض و هن لکم تطوع، الوتر و النحر و صلاة الضحى، سه چیز است که یا سه عمل است که بر ما فرض است. این حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید و هن لکم تطوع، و برای شما یک عمل تطوعی است، یعنی مستحب است. یکی نماز وتر است و یکی هم قربانی است و نماز دوحا است. و حضرت ترمذی هم در یک چیز دیگری هم روایت کرده که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند امرتو بالنحر و هو سنت لکم، ما بر ما دستور داده شده، بر ما ذبح کردن فرض گردانیده شده، ولی بر شما این سنت است. این دو حدیث علمای دیگر یا مذاهب دیگر به این شکل استفاده میکنند و استدلال میکنند. روی هم رفته در مذهب احناف در این مورد به این نظر هستند که ذبح کردن یا قربانی کردن امر واجب است. و چیز دیگری که در آیات فهمیده میشد، بحث اخلاص و للهیت است که هر کاری را ما انجام میدیم برای خدا بکنیم. می شود به خاطر نامکشی و به خاطر کسب شهرت و به خاطر مسائل دیگری، اگر ما کاری را انجام بدیم، او به درگاه پروردگار مورد قبول قرار نمی گیرد. و الله جل جلاله در واقع همی مسئله اخلاص را و مسئله پذیرش اعمال انسان را دو معیار برایش قرار داده. یکی این که به خاطر خدا و به خاطر کسب رضای پروردگار بوده باشد، دوم این که مطابق امر اسلام و مطابق شریعت پروردگار و سنت نبی صلی الله علیه و سلم باشد. در غیر از اون مورد پذیرش قرار نمی گیرد. و آیتی که مورد بیشتر بر ما نشان میده، میفرماید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگوید که نماز ما و نسکی، شعائر ما، در اینجا مسئله نسک بیشتر گفتن که مراد از قربانی ما است،
و محیای و مماتی زندگی و مرگ من لله رب العالمین برای پروردگار است، پس از آن پروردگار است، پروردگار جهانی است، لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین، که هیچ شریکی برای از او وجود ندارد و ما به این دستور داده شده ما، ما از جمله اولین تسلیم شوندگان هستم. و به این شکل اینا مسائلی بود که من خدمت شما عزیزان در رابطه به مسئله احکام قربانی در روشنایی این آیات قرآن کریم تقدیم کردم. دیگر چیزی که میخوایم به خدمت شما تقدیم بکنم این است که حکمت های دیگری که در رابطه به قربانی وجود دارد، یکی است که ما وقتی که قربانی میکنیم در واقع نعمت های الهی رو به یاد میاریم و سپاسگزاری از نعمت های خداوند جل جلاله میکنیم که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم، و سپاسگزاری از نعمت های پروردگاری خودش یکی از چیز مطلوبی است که ما باید انجامش بدیم، و همچنان احیای سنت ابراهیمی است. سنت ابراهیمی است که ما وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام به خواست پروردگار خود تسلیم می شود و وقتی که برایش دستور داده می شود که فرزند خودت تو ذبح بکن، و الله جل جلاله بعد هم وقتی که پیروز می شود در این رویای خود، الله جل جلاله برای چیز دیگری را مقدم می کند و برش دستور می ده که شما به جای فرزند خود یک گوسفند را قربانی بکنید. این مفهوم هم از این گرفته می شود که ما هرگاه در هر عصری کسی اگر نظر میکند که من فرزند خود ذبح میکنم، میشود به جای او، به جایی که فرزند خود ذبح بکند، میشود که یک گوسفندی را ذبح بکند یا شتری را یا گوی را ذبح بکند که این جای از او را میتواند پر بکند و این امو ارزش میتواند داشته باشد. و چیز دیگری که در اینجا خدمتتون عرض میکنم ایست که به یاد آوردن ای که حضرت ابراهیم علیه السلام ای است که امر پروردگار و بجای آوردن امر پروردگار از جان انسان بالاتر است، مادام که اگر نیاز به ای باشد که ما امر پروردگار رو بجای بیاریم و الله جل جلاله از ما تقاضا بکند که شما جانهای خود به خاطر ارزشهای بزرگ و به خاطر کسب رضای پروردگار تقدیم بکنید و قربانی بکنید، ما باید آمادگی از این داشته باشیم که اموطوره که حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام این آمادگی را داشتند دا وقتی که امر پروردگار صورت گرفت هیچ نوع ترددی بر خود را ندادند. این برای ما هم باید بفهماند که در صورتی که نیاز به امر پروردگار باشه و تطبیق امر پروردگار باشه، ما هیچ نوع تردد نداشته باشیم و تسلیم امر خداوند باشیم. و دیگر چیزی که فهمیده می شود صبر در برابر طاعت. در صبر گفتن یکی صبر در برابر مصیبت است و صبر در برابر طاعت است، صبر در برابر نعمت است. و از مصیبت ها را که ما در این مورد بسیار نمی پیچیم، صبر در برابر طاعت هم یک شمی است که وقتی که چیزی که برای دستور داده می شود او مشقت های خود می داشته باشد، سختی های خود می داشته باشد، ما در برابر از این نوز مثلا طاعت الهی باید صبر داشته باشیم و مقاومت بکنیم و چیزی که الله جل تعالی او از ما تقاضا می کند و می خواهد و دستور می دهد مطابق وضوع عمل بکنیم. و چیز دیگری که از قربانی می فهمیم ای است که ما باز از امکاناتی که داریم به خویشاوندان خود، به نزدیکای خود، به مردم فقیر و مستمند، به مردمی که هم شهری های ناتوان و مستمند داریم، با اونا کمک بکنیم و یک مقدار از دارایی خود که خیلی از مردم ما هستند که در فقر بسیار شدید زندگی میکنند، اونها شاید در طول سال یک بار هم فرصت خوردن اما گوشت نداشته باشن، ولی ما در وقتی که قربانی میکنیم اونا را هم به یاد بیاریم و قسمتی از قربانی خود برای اونا توزیع بکنیم که تا اونا هم از این نعمت برخوردار شوند. دیگری است که حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که
میفرماد ما عمل ابن آدم بیوم النحر عملا احب الی الله من اراقه الدم وانه یاتی یوم القیامه بقرونها واظلافها واشعارها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض فطيب بها نفسا. و بنابراین در از این حدیث شریفی را فهمیده می شود که بهترین عملی که در روز قربانی انسان انجام میده امی ذبح کردن است و قربانی کردن است، که ابو طوره که پیامبر خدا فرمود ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی الله من اراقه دم. هیچ عملی را انسان در روز نحر یا در روز قربانی انجام نداده که برای الله جل جلاله محبوبتر و خوشایندتر باشد از این که خونی را بریزد. و اینه یوم القیامت بقرونها و ازلافها، امی قربانی در روز قیامت با شاخهای خود و با شنگلهای خود می آید و با پشمهای خود می آید، که منظور امو پشم موهایش است. و ان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض فطيب بها نفسا، یعنی که امی خونی که در اینجا در واقع ریختانده می شود ای در نزد پروردگار پیش از اینکه به زمین بریزد به نزد الله جل جلاله مورد قبول قرار می گیرد. و چیز دیگری که فهمیده می شود ایست که در قربانی توانایی های مالی امر ضروری است. ما ضرور نیست که وقتی که فقیر می باشیم مستمند می باشیم به خاطر نامکشی و به خاطر شهرت برویم قرض بکنیم تا ای که قربانی بکنیم و برای مردم نشان بدیم که ما قربانی کردیم. در واقع در قربانی مسئله توانایی بسیار زیاد مطرح است، که به این خاطر است که بعض از مذاهب دیگر هم در این رابطه مسئله ای را که سنت موقت یاد کردن به خاطر از این بس توانایی هاست. در صورت که توانایی وجود نداشته باشد ضرور نیست که ما حتمی قربانی بکنیم. البته ای به این معنا نیست که هر کسی که ما در جامعه خود در جامعه ما زندگی میکنند و به نام از این که ما تواناییش نداریم قربانی نکنند. کسی که توانایی قربانی کردن دارد باید قربانی بکند. دیگر ایست که الله جل تزمتو ایدم باید بفهمیم که در صورتی که ما در راه الله اخلاص داشته باشیم و للهیت داشته باشیم و تسلیم امر پروردگار باشیم خداوند ای اخلاص ما را بی‌پاسخ نمیگذارد. و اخلاصی که داشتیم هم اخلاص ما را الله جل جلاله و پاسخ مثبتش در دنیا میده و هم در آخرت میده. همونطوری که به حضرت ابراهیم علیه السلام در این دنیا هم پاسخ شد داد که به جای ای که ذبح بکند فرزند خود و ای را برش ذبح عظیم یا به اصطلاح ایوز از او یا فدیه شداد که به جای از ای که فرزندش در اوجه ذبح شود. و حضرت ابراهیم علیه السلام در صحنه های دیگری هم غیر از این صحنه کامیاب بدر آمده که او در قرآن کریم به شکل واضح و روشن است. الله جل تسمتو در هر جایی که حضرت ابراهیم مورد ابتلا و ابتلا قرار داده او از ابتلا کامیاب بدر آمده. و در اینجا هم الله جل تسمتو حضرت ابراهیم مورد ابتلا قرار داده و کامیاب شد و الله هم در امی دنیا برش پاسخ مثبت داد و پاسخ نیکش برش داد که فرزندش از ذبح کردن رهایی بخشید. و این چیزی است که ما در این دنیا شاهدش بودیم و مطمئن باشیم که وقتی که ما به تسلیم امر پروردگار شویم الله جل تزوته چیزی که مناسب حال ما باشد مطابق ازم و عمل میکند ما را از مصیبت ها نجات میده. دیگر است که قربانی یک شعیره دینی است که منحصر به اسلام نیست و این در ادیان دیگر هم وجود داشته، حتی آغازش از زمان فرزندان حضرت آدم علیه السلام است که وقتی که حابیل و قابیل فرزندان حضرت آدم را الله جل تزمتو دستور داد که اونها قربانی داشته باشند، هر یک از اینا قربانی داشتند و از الله جل تزوتو قربانی حابیل را پذیرفت و قربانی قابیل را نپذیرفت، زیرا که در او اخلاص وجود نداشت. چون قربانی حابیل از روی اخلاص بود، از روی تسلیمی بود، الله جل تزوتو را قبول کرد.
و از قابیل قبول نکرد به خاطر از اینکه در او اخلاص وجود نداشت. این خود یکی از معناهایی است که شعائر دینی و از جمله قربانی یک امر عام است و شامل دین اسلام است که از حضرت آدم گرفته تا حضرت پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم وجود داشته و این به این خاطر بعضی از علمای فقه گفتند که اگر کسی قربانی نکند و از بروی عمد و کوشش بکنه که قربانی نکند می شود در برابر اونها جنگید. دیگر ایست که مال یک وسیله نزدیکی به پروردگار است. ما از مال خود به خاطر کسب رضای پروردگار باید استفاده بکنیم و مال به خاطر از این نیست که ما او را ذخیره‌اش بکنیم ما و او را صرف به خاطر جمع‌آوری و به خاطر اینا باشد، بلکه به خاطر از این است که ما رضای پروردگار را به وسیله مال با استفاده بکنیم، زیرا که الله جل تثبته در واقع مال را در خدمت ما قرار داده تا هم زندگی دنیوی ما را بهتر بسازیم و هم رضای پروردگار را حاصل بکنیم. و آخرین چیزی را که من خدمتتان عرض میکنم، بعد اندازه که پیمانه که قربانی ما بزرگ باشد و به مو اندازه و اعضایش کامل باشد، به مو اندازه پاداش بهتر خواهد بود. بنابراین به می خاطر است که علما گفتم وقتی که شما قربانی میکنید، اما چیزی را که قربانی میکنید، چه گاو باشد، چه گوسفند باشد و چه شتر باشد، باید از عیبهای واضح و روشن باید مبرا باشد، یعنی کور نباشد، لنگ نباشد، بسیار لاغر نباشد و بسیار مریض واضح و روشن نداشته باشد که همه بفهمند که بیمار است. بنابراین ما وقتی که چیزی را قربانی میکنیم، این قربانی ما باید سالم باشد و ظاهرا او طور یک عیبی نداشته باشد که با دلالت به این بکند که ما چیزی را که قربانی میکنیم در شأن پروردگار نیست و در شأن این نیست که ما به درگاه خداوند جل جلاله تقدیمش بکنیم. ما به می اندازه اکتفا میکنم و فکر میکنم که خدا کند که وقت بیشتر نگرفته باشم و کل و قولی ها و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و السلام علیکم و رحمت الله. جزاکم الله خیر استاد عزیز، واقعا بسیار زیاد استفاده کردیم. الله متعال به شما عمر با برکت نصیب بکنه تا بیشتر از پیش مصدر خدمت و همه مسلمانان به خصوص هموطنان عزیز ما و همه ما شوین. موضوع بسیار زیبا تقدیم کردین. یکی از مواردی که استاد ما برداشت کردم ای که و بیشتر زیاد شما تاکید کردین در لابلای صحبت هایتان در بحث موضوعات قربانی و صدقات که ابتدا ما باید اخلاص داشته باشیم، یعنی کار ما خاص به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی باشه، به خاطر مردم نباشه، یعنی کدام تظاهر ریاکاری نباشه که احمد و محمود یا یک سوای ما را خوب بگویه. فضیل ابن عیاض رحمه الله بسیار زیبا اشاره میکنه، میگه بسیار ساده است که ما بفهمیم چه وقت کارهای ما به درگاه الله سبحانه و تعالی مورد قبول قرار میگیره، یا ما چه وقت میفهمیم، چطور میفهمیم کارهایی را که انجام میدیم در زندگی روزانه همین کار ما مورد درگاه خداوند متعال قبول میشه، قرار میگیره یا نه. بسیار ساده میگه دو شرط وجود داری را همیشه میگه شما ببینیم. شرط اولی است که کار ما ببینیم که آیا مطابق با اسلام است یا نیست. اگر کار ما مطابق با اسلام بود، در چارچوکات شریعت اسلام بود، انشالله که مورد قبول قرار میگیری، یک شرط هست. و شرط دومی است که در او اخلاص وجود داشته باشه، یعنی به خاطر رضای خدا باشه، خدایی باشه، خلاص. بنان اگر یک کار ما مطابق با شریعت اسلام بود اما ریاکاری در او وجود داشت، یعنی در او اخلاص وجود نداشت، این مورد قبول درگاه پروردگار قبول قرار نمیگیره. برعکس از این، اگر یک کار ما با اخلاص بود، به خاطر خدا بود، اما او مخالف شریعت بود، دور از شریعت بود، باز می به درگاه الله سبحانه و تعالی مورد قبول قرار نمیگیره. بیان از الله سبحانه و تعالی میخواهیم، قسمی که استادم بسیار زیاد تاکید کردن که در تمام اعمال به همه ما شما انشاءالله اخلاص نصیب بکنه.